سلام نماز و های همه شما ها قبول باشه ایشالله دلتون پر از نور خدا باشه خیلی خیلی خوشحالم که امشبم هم در خدمت شما عزیزان هستم سلام سید جان نماز هاتون قبول بشه ممنون سلام من الان چه جوری سلام کنم این سلام سلام خیلی نماز و روزه هاتون هم قبول نماز و ساعتون قبول عالی بود آقا یه دوره باید برای ما بگید حتما حتما خواهش می‌کنم شما بینندگان ممنون سلامت باشید چون آقا سید امشب رو خب با سلام بر ارباب دلهامون امام حسین شروع کرد منم میخوام از طرف ناشنوایان عزیزم سلام کنم به امام حسین علیه السلام السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین همه ماها ها توی شب پنجشنبه وقتی که میرسه دلامون یواش یواش آماده میشه که بریم سمت کربلا اما امشب برنامه که میخوام برای شما ها اجرا کنم درباره فایده های روزه گرفتن هستش خدا توی قرآن توی سوره بقره آیه 183 میفرمایند ای آدمایی که به خدا ایمان دارید روزه گرفتن بر شماها واجبه همونطور که بر آدمهای قبل از شما واجب بوده و این دستور روزه گرفتن برای اینه که شما آدما از انجام دادن گناه و حرام فاصله بگیرید و آدمای پاکی باشید خدا خیلی خیلی خوب تو این آیه به مهمترین فایده روزه گرفتن یعنی فاصله گرفتن از انجام دادن گناه و کار حرام اشاره میکنه منم بعضی از نکته هایی که درباره فایده روزه گرفتن هستش به شما امشب میگم اولین فایده ای که میتونیم درباره روزه گرفتن به شما بگم اینه که روزه گرفتن باعث میشه که اراده آدما قوی بشه رسول خدا صلی الله علیه و آله و وسلم میفرمایند که خدا روزه گرفتن رو قرار داده تا آدما توی انجام دادن کارهاشون محکم و قوی باشن استوار باشن وقتی من و شما از اذان صبح تا اذان مغرب هیچی نمیخوریم هیچی نمینوشیم و کارهایی که خدا دوست نداره رو انجام نمیدیم این خودش باعث میشه که اراده ما قوی و محکم بشه. دومین فایده ای که روزه گرفتن داره اینه که روزه گرفتن باعث میشه که ما آدمای صبوری باشیم. تحملمون بیشتر میشه من و شما سیزده ساعت چهارده ساعت پونزه ساعت هیچ چیزی نمیخوریم کارهای حرامو انجام نمیدیم سعی میکنیم کارهایی که خدا دوست داره و راضی میشه رو انجام بدیم وقتی تشنه میشیم وقتی گرسنه نمیشیم صبر میکنیم تحمل میکنیم و این یعنی روزه باعث میشه که صبرمون تحملمون بیشتر بشه فایده بعدی که میتونه روزه گرفتن داشته باشه قناعته آره روزه گرفتن باعث میشه که قناعتمون بیشتر بشه قناعت یعنی اینکه درست مصرف کنیم درست استفاده کنیم اصراف نکنیم و به چیزای کم راضی باشیم خوب بخوریم خوب بپوشیم اما وقتی من روی سفره غذا میبینم یه دونه غذا هستش لازم نیست که چند تا غذا هم باشه وقتی من یکی دو تا سه تا لباس دارم لازم نیستش که ده تا دا لباس داشته باشم روزه باعث میشه که من و شما بتونیم قناعتمون رو بیشتر کنیم روزه گرفتن فایده دیگه هم داره توی اجتماع باعث میشه که رفتار و اخلاق ماها خوب باشه یه مثال بگم ایشالله قسمت همه ماها بشه که بتونیم بریم سفر حج دیدید توی تلویزیون توی سفر حج همه آدم ها مثل هم لباس میپوشن مثل هم کارهایی که خدا گفته رو انجام میدن مرد و زن پیر و جوون فرقی ندارن توی سفر حج فرقی نداره تو ایرانی هستی یا تو خارجی هستی تو مردی یا زنی تو شهری هستی یا روستایی هستی توی سفر حج همه آدما برابرن مثل هم هستن توی ماه رمضان هم همینه امام صادق علیه السلام میفرماین خدا روزه رو واجب کرده تا بین آدمایی که فقیرن و آدمایی که پول دارن برابری ایجاد بکنه آدمایی که پول دارن وقتی یه چیزی رو که دوست دارن و تصمیم میگیرن انجام میدن وقتی میخوان بخورن بیا مهم نیست و انجام میدن اما خدا روزه رو واجب کرده تا آدمای فقیر و آدمای پولدار مساوی باشن و مسلمانهایی که پولدار هستن باید به آدمایی که فقیرن احترام بذارن باید به آدمای فقیر کمک کنن روزه گرفتن باعث میشه که من و شما برابر باشیم اما مهمترین فایده روزه گرفتن اینه که من و تو با روزه گرفتن به خدا نزدیکتر میشیم خود خود خدا میگه میفرماید بین همه کارهایی که من و شما انجام میدیم بین همه عبادتهایی که همه آدما انجام میدن روزه گرفتن برای خداست و ثواب روزه گرفتن هم از طرف خداست من و تو دوست نداریم ثواب روزه گرفتن رو داشته باشیم پس باید کاری کنیم که به خدا نزدیکتر باشیم و بهترین کارم روزه گرفتنه اما حواسمون رو جمع کنیم حواسمون رو جمع کنیم روزه گرفتن فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست مولای من و شما امام علی علیه السلام میفهمه بهترین روزه روزه قلبه روزه ای که از قلبت روزه بگیری روزه قلب بهتر از روزه زبانه روزه زبان بهتر از روزه گرفتن شکم هستش حالا که من و شما میخوایم روزه بگیریم یه نگاهیم به کتاب صحیفه سجادیه امام سجاد علیه السلام بندازیم امام سجاد توی دعای چهل و چهار میفرماین خدایا به من کمک کن تا بتونم احترام این ماه رمضان رو بدونم و کارهایی که تو حرام کردی رو بشناسم خدایا به من کمک کن تا بتونم با همه بدنم روزه بگیرم و کارهای گناه انجام ندم. خدایا به من کمک کن با چشمم چیزای حرامو نبینم. با گوشم صداهای حرامو نشنوم. با دستم دنبال چیزای حرام نرم و با پاهام کارهای حرام انجام ندم خدایا کمک کن توی ماه رمزون کارهایی که تو خوشحال میشی رو انجام بدم خدایا شب نهم ماه رمزونم رسید توی سهرش هستیم و خدایا خدایا کمک کن ماها بتونیم شبهای باقی موندارم خوب خوب روزه بگیریم روزه ای که تو از ماها خوشحال باشی و راضی باشی موفق باشید یا علی خیلی آتی هم